بله د حافظ امیری گزارش کې به هم ستونزې منسترغله او سیاسنګ سیمه کې حتما انټرنیټ ښه کار نه کوي ورسته باور شو د حافظ امیری پلور ور حال به طرف مهمان نازنین و عزیز ما میریم کریمه جان یکی از دختر خانم های بسیار با استعداد لایق استاد نقاشی امروز با ما در برنامه هستن و امروز از نقاشی هایشان از اینکه چقدر وقت میشه نقاشی میکنن در پهلوی نقاشی چی کارهای دیگه انجام میتن از کریمه جان میشنویم خوش آمدین صبح شما بخیر خوش بریم به نام خداوند نقش و نگار خداوند آب و درخت باد و بهار سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکار محترم شما پندگان عزیز کریمه حسینی هستم یکی از هنرمندان کوچک افغانستان بسیار خوب کریمه جان افتخار ماستی و خوشحال هستیم که امروز خودت در برنامه با خود داریم واقعا که در این شرایط و در این فنی که خودت کار میکنی نقاشی یکی از کارهایی است که هر کس نمیتونه و یک استعداد بسیار بالایی را میخواهی که کریمه جان دارن و واقعا ما افتخار میکنیم بر وجود دختران مثل خودت در جامعه ما که امروز کریمه جان بعض از نقاشی هایشان هم داشتن در برنامه ولی متاسفانه بنابر بعض از مشکلات ما نتانستیم که نقاشی های کریمه جان در برنامه با خود داشته باشیم ولی نقاشی های کریمه جان در پیج هایش هست شما میتونین ببینین و در برنامه های آینده نقاشی های بعدی کریمه جان و با خود می داشته باشیم میارن اینجا بر ما نشان خود دادن کریمه جان بیاز خودت برم بگو که نمیفهم که علاقه من و یستی سنت بگو یعنی چند ساله هستی چقدر وقت میشه نقاشی کار میکنی خودم 17 ساله هستم و مدت 2 سال میشه نقاشی را پیش گرفتم بسیار خوب چقدر یعنی بس سن قانونی تانم دیگه پوره نکردین و تانوز دوره طفولیت به سر میبرین چون قانونن میگه دوره طفولیت تا سن 18 سالگی میباشه آفرینت کریمه جان بر بوک از خورترکی علاقه داشتی یا هم دمی 2 سال خودت کار کردی و یاد گرفتی نه من از خورترکی واقعا علاقه مندی خاصی به نقاشی داشتم و الگوی ما واقعا کاکای ماست که با یک هدیه کوچک مرتانیز به ای جای بکشه یک نقاش خیلی کوچک از خیلی قدیمی بود برای ما هدیه داده و وقتی که ما ور دیدم اینقدر واقعا خوش آمد که اصلا نمیتونستم احساسات خود بلیش بیان کنم چه قسم بگویم وقتی کم کم خدا بیامرد کاکای وقت که فوت کرد او وقت واقعا دما گفتی تو باید یک نقاشی خیلی عالی شه و از مکده بالاتر باز ما وقتی که او گپ کاکای اختیاد ما هر وقت یاد می آمد اولی فعلا یک جای انگیزه می اولی واقعا یک جای رسیدیم که اصلا باور خود من نمیش که در جای رسیدیم واقعا دیگه بسیار خوب خداوند جنت فردوس نصیب کاکا جان تون بگردن و واقعا همیشه در زندگی یک دلیل بسیار کوچک باعث اتفاقات بسیار بزرگ در زندگی ما میشه باعث تغییرات بسیار بزرگ در زندگی ما میشه و خوب است که هر خاطره کوچک یا هم هر تحول کوچک که ما در زندگی ما داریم و با موفقیت های مثبت ما تغییر بدیم به تغییرات مثبت در زندگی ما تغییر بدیم خب کریمه جان بیا بریم در مورد دنیای نقاشیت بگو که از کجا آغاز کردی حال چی کارا رو انجام میتی گفتم میشه که حالا استاد نقاشی هم هستی تشکر من تقریبا مدت از 4 سالگی خیلی علاقه مند نقاشی شدم واقعا تا سندی 13 سالگی با مشکلاتی که داشتم نتونستم برم یالی مدت 2 سال میشه که پیشه گرفتم و به طور حرفه‌ای دیگه در کورسی هزارستان درس میخوندم خودم و حالی هم استادم در کورسی رحمانی بسیار خوب چقدر شاگرد داری و در مورد لقمندی شاگردایت برام بگو از کدام بخش زیادتر هستن از دختر خانم ها و یا هم آقایان اردوش یک هستن اما بانوان زیاده اما آقایان واقعا وقتی که اونا رو میبینم خیلی خودم به انگیزه میگیرم خیلی با شوق با علاقه کار میکنن در دوران که ما تیر کردیم از سری ما که با شوق علاقه تر کار میکنن واقعا علاقمندیش خیلی خاصه و به نظرت علاقه در نقاشی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در اینکه ما زودتر بیاموزیم نقاشی رو و خوبتر نقاشی بکنیم خیلی نقاشی در زندگی خیلی رول مهم در وقتی تو میخوای یک چیز نقاشی کنی با دل جان اگر نقاشی کنی میتونی تمام احساسات رو با یک نقاشی بیان کنی در بحث مردم ولی اگر انگیزش نداشته باشی خب میتونی بیان کنی ولی خیلی کم باید وقت که مثلا نقاشی میکشی باید که تمام چیز درد تو خوشی تو
کل چیز کرد نقاشی یک باش من با نقاشی بیان کنی ورا. بله مثل دنیا شاعری میمونه، زمان که از شاعرها هم میپرسن میگن که زمانی که بر ما الهامش میایه ما تمام چیزایی که در درون خود ما سوره بر روی کاغذ مینویسیم و نقاشی هم همه قسم است. وقتی که به چیز عشق داشته باشی، علاقه داشته باشی و فرصتش مهیا شه و باز تمام افکار خود بر روی یک کاغذ رسامی میکنه. کریمه جان، من هست یک استاد، به نظر خودت چطور یک شاگرد بتونه، یک استاد بتونه علاقه یک شاگرد زیادتر کنه؟ چطور بتونه یک استاد انگیزه یک شاگرد بالا ببره؟ وقتی که مثلا یک شاگرد اول خوش طبعا استاد کار شاگرد میبینه که چه قسم است، انگیزه داره نداره، چقدر علاقه داره. مثلا وقتی آدم نقاشی بینه باید تمام وجود آدم مثلا نقاشی باشه، اصلا در هیچ چیزی فکر نکنه جز نقاشی. خو باز میتونه آدم انگیزه، مثلا یک مدل میخوای با شوق کار مونی، او خودش در وجود انگیزه پیدا میشه. وقتی بله. یک مدل دوست نداشت بیتوان که انگیزت کلا از بین مره، که مثلا میخوای نمیخوای رو بکشی. واقعا چیزی که برش علاقه داریم و چیزی که خوش ما میاییم و کار انجام بدیم، در او باز میتونیم خودمون خلاقیت هم انجام بدیم. و یک چیز دیگه است کریمه جان که ما متوجه شدیم، تمام دختر خانم هایی که نقاشی میکنن اونا آرایش بسیار خوبم میکنن. خودت از کدام دسته هستی؟ میتونی آرایش خوبم کنی یا نه؟ ما خودم آرایشگری هم کار کردیم مدت 2 سال. بسیار دو سال هم میشه نقاشی کار کردیم. نام خدا چقدر با استعداد هستن کریمه جان، و چندین هنر، یک هنره که کسی یاد داشته باشه چقدر قوی و قدرتمند میتونه بوده باشه. باز خودت که چندین هنر یاد داری، دیگه کدام چیز جدیده که ما خبر نداریم خودت یاد داری که خونده باشی؟ دیگه خطاطی هم کمی یاد دارم. بسیار خوب. واقعا کسان که نقاشی میکنن اونا خطاطی بسیار خوب میکنن و همین چیزه. مسئله آرایشگری که هست، یک چند دوستای ما هستن نقاش های بسیار خوب هستن و در بالوج بسیار آرایش زیبا هم میکنن. باز بر ما میگن که تمامش تاثیر نقاشی است که بالای ذهن ما تاثیر مانده. صنف چند هستی کریمه جان؟ من خودم صنف 10. صنف 10 و چند نمره هستی؟ دستین 3 نمره. خب مکتب هم نمیری دیگه؟ حالا مکتب یاد نه فعلا. خب انشالله که همه روزه گزارش ها را میخوانیم، همه روزه خبرهایی است و ارزوی تمام دختران و زنان افغان همی است که دوباره مکتب دخترها باز شد و دخترها بتانین ببینن چقدر دختران قوی، چقدر دختران با استعداد، چقدر دختران قدرتمند را ما در جامعه خود داریم که اگر اینا حمایت شون، الگوش کریمه جان بوده میتونه که یک تحول بسیار کوچک، یک توفی بسیار کوچک چقدر اینا را پیشرفت داده. زمانی که به اینا فرصت داده شوه که درس بخوانن، مکتب بخوانن، پتون بخوانن، من مطمئن استم که تاریخ کشور ما را رقم میزنن و تنها مردها نی بلکه زنها 50-50 نقش دارن در پیشرفت کشور، دهی که کشور را به صورت آبادانی ببرن. کریمه جان چه آرزو داری بخیر در آینده؟ چه پلان ها داری بخیر در آینده؟ چندین هنرم نام خدا خودت یاد داری، در مکتب هم لایق هستی، 3 نمره هستی. در کدام بخشت میخوای پیشرفت بکنی و نامساز شوی؟ من میخوایم فعلا همین بخش نقاشی که پیش گرفتیم امیر تا آخر ادامه بدیم، چون که واقعا در نقاشی خیلی علاقمندی خاصی دارم. نمیخوایم که مثلا یه رشته پس کنیم، میخوایم رشته ادامه بدیم. بسیار خوب. و خیلی کوتاه در مورد سبک نقاشید برام بگو. کدام سبک نقاشی را خودت پیش میبری؟ سبک ریالیزم کار میکنم، یعنی واقعیت گرایی، چیزایی که واقعیت باشه میکشم، زشت از زشت میکشم، زیبا را زیبا، نه چیزی از زشت کم مونم نه از زیبا زیاد مونم، اما بخش خودش رو پیش میبرم. واقعا که قوانین ریالیزم است که کریمه جان یادآوری کردن و امیدوارستم که پیشرفت های بسیار زیادی بکنی. واقعا ما بعضی از نقاشی های کریمه جان دیدم بسیار خوشم آمد و واقعا که متعجب هم شدم، ولی متاسفانه ما نتونستیم که در برنامه نقاشی های کریمه جان داشته باشیم، ولی ما عکس از کریمه جان خود گرفتم و حتما استوری میکنم بخیر نقاشی خود تا کریمه جان. پیام تمی داشته باشیم بر دختران، بر دختر خانم ها و همچنان بر خانواده ها در قسمت حمایت دختران شد. پیام ما بر خانواده های عزیز، هیچ وقتی بر دختر خانم هایی که هیچ وقتی نه نگو، هیچ وقتی نه وجود نداره اصلا. وقتی خودت بخوای توان هر چیزی که بخوای، سخت‌ترین کار دنیا رو بخوای، او امکان داره، ولی به شرطی که خود امو دقیقی که میخوای بگی نموشه، باید بخوای بگی موشه، از امو جای آغاز بشه. واقعا که
چقدر یک پیام زیبایی داد. این چیز یعنی این جمله که کریمه جان گفت خودش ثابت هم کرده که اگر هر کار را ما بخوایم، نه سن میخواید، نه سن سوال مشخصی میخواید، نه محدودیت میخواید و نه هم هیچ گونه سختگیری میخواید، فقط عزم و اراده خود ما که در مقابل هر مشکلات نبگوییم و مقابله بکنیم. بسیار تشکر کریمه جان، بسیار خوش شدم که خودت دیدم و انشالله که همیشه بدرخشی. تشکر، سلامت باشین. و حال هم ما بخش خلاقیت میبینیم که در این بخش باز هم میبینیم که چی چیز رو جدید رو میخواین به خاطر دکور دیزاین خانه آماده بسازن، شما هم ایده بگیرین.